میگن مهران مدیری پشت صحنه کارهاش خیلی خشناک و خشناک و عصبیه و اصلا اون چهره خندانی که در سریال میبینید اون نیست، خیلی آدم عصبیه. اینو باید از بچه هایی که باشون کار میکنیم بپرسید، من نمیتونم خودمو توضیح بدم، ولی خشمناک و عصبانی نیستم. ولی جدی هستی؟ جدی هستم، روابطمون دوستانه است. من فقط یه نقطه ضعف دارم. چیه؟ در زندگی، در کار. کاری رو که به کسی محول میشه درست انجام نده، ماسمالی کنه، من دیوونه میشم. یعنی میتونه بهم بگه من این کارو نمیکنم، دوست ندارم مثلا این کارو بکنم، من قربونش هم میرم. ولی این بگم این سیمه رو ببند، بعد اینو اینجوری ببنده بره. یعنی اون کاری رو که بهش محول شده رو به درستی انجام. این فقط نقطه ضعف منه. ولی روابط ما خیلی دوستانه است، خیلی با احترامه، خیلی با هم دوستیم و به هم دیگه انرژی میدیم. من اگر بخوام سر کار عصبانی باشم و خشمناک که نمیتونم یه گروه 92 نفری رو بچرخونم. خیلی نکته مهمیه. ببین، یه گروه 92 نفری الان از دو زاویه میتونم نگاه کنم. یکی این که تو حس لیدری داری برای 92 نفر و به خاطر همین حسه که توی کار همشون سرک میکشی، نویسنده الان چی میمیسه، تصویربردار چی کار میکنه، یا اینکه نه وسواس خیلی زیاد داری. چون توی 3-4 قسمت آخری که حالا من هم پشت صحنه کارت بودم، میدیدم که خیلی وقتا خودت میشینی پشت دوربین جای تصویربردار، خودت داری تصویربرداری میکنی. این مثلا دخالت در کار اون طرف تعبیر نمیشه؟ نه، چون رابطه ما با بچه ها رابطه خیلی خیلی نزدیکیه. بچه های تصویر بردار به من اجازه میدن که پشت دوربینشون بشینم و یه جاهای خودم بگیرم، با حس خودم بگیرم، چون دوربین جون داره و من دوست دارم اون یه پلانایی رو با حس خودم بگیرم. یه چیزایی مخصوصا این کارهای حرکتی رو ریل. بچه هم ناراحت نیستن از این موضوع، برای اینکه یه جاهایی هم اونا به من یه چیزایی میگن و من گوش میدم و بهم یاد میدن. یه جور تبادل نظره و یه جور تعامل. پس دخالت تو کار همدیگه نیست. مهران، من گریمم میکنم. جدی؟ اینو ندیدم دیگه. سراغ بهرام دهقانیار هم میرم وسط موسیقیش هم دخالت میکنم. اتفاقا من با بهرام دهقانیار یه صحبت مکتوب کردم، میگفت که نظر خود مهران بود که تیتراژ مرد هزار چهره بر اساس این اثر معروف ساخته بشه. درسته؟ یا در لباس هم میرم نظر میدم، میدوزم، همه کار میکنم. خب این به خاطر اینه، میگم به خاطر از بالا به پایین نگاه کردن است که آقا منم، یا اینکه دوست داری واقعا علاقت. اینا همه به خاطر بهتر شدن کاره، به خاطر سرعت بخشیدن به کاره، به خاطر همفکری بیشتره، به خاطر همه ما داریم تلاش میکنیم که کاری که داره ساخته میشه به بهترین شکل ممکن ساخته شه. مثلا من کیم که حالا مدیریت و لیدر و اینا، اصلا همیشه این چیزا خنده داره برام. یعنی از بیرونم که میبینم یه نفر خودش رو توی جایگاهی میدونه و صندلی کارگردان براش میذارم، پشتش نوشته دایرکتور، یه نفرم بادش میذارم، میمیرم از خنده. آره، برای اینکه اصلا اتاق کارگردان، تلفن‌های آقای فلان، مثلا منشی کارگردان، مثلا شما اگه میخوام با کارگردان بزنم اول با ایشون حرف بزنیم. اینا ظواهر و حواشیه که وقت آدم‌ها رو به بتالت میگذارونه و خیلی عاشق این حاشیه ها. یعنی کارگردان یه کسی که پاچاشو میزنه بالا، میره وسط، همه کار میکنه و با همه خوبه، از همه انرژی میگیره، با همه انرژی میده. معنی لیدر، معنی مدیر اینه. معنی مدیری هم شاید اینه. بذارید من هم تایید کنم حرف مهران رو، چون 7-8 روزی که از نزدیک سر کار میدیدمش، میدیدم که برای کار داره دل میسوزونه و من هم طعم دخالت نمیچشیدم، یا طعم اون عصبیت و بد اخلاقی که بعضی روزنامه‌ها می نویسن، اون طعم رو هم هیچ وقت احساس نکردم. مسلماً بچه هایی که با مهران سالهاست کار میکنن این قضیه رو بیشتر تایید میکنن. مهران، ما برای مهمون هامون یه بسته های ویژه شیشه ای داریم که یا موسیقیه یا عکسه یا یه فیلمه. محمد الان اون بسته عکسمون آماده است یا موسیقی؟ کدومه؟ یه عکسه.
یه عکس برات پخش کنم. اینو رو آنتن هم بدید که مردم هم ببینن. یه خود کیفیتش پایینه، ولی این نفر اول از سمت راست مهران مدیریه. یه توضیح بدم؟ بگو. این سال 64 در جبهه. کجای جبهه؟ پاوه. خب کردستان. ما هم می جنگیدیم هم تئاتر اجرا می کردیم. این بهروز سلیمیه که رفت کانادا، اون یوسفه که بازی می کرد، این علی آقا محسنیه، بازیگر بودیم با هم و هم دبیرستانی. خب حمید هم اون کناره که شهید شد، گوشه ای از نصفه افتاده. آره. این توی یه اتاقکیه که بعد میرفتیم تو سنگرهای برای رزمنده ها اجرا میکرد. آره. بر تئاتر تئاتر اجرا میکرد. من اتفاقا نمیخواستم اشاره مستقیم و شعاری بکنم که مهران مدیری از بچه های جنگه، این عکس رو انتخاب کردم که به این قضیه برسیم. محمد پس حالا اون یکی عکس هم پخش کن، چون مهران یه بار یه نقشی هم بازی کرده که اون نه اون یکی. آه این یه فیلم دیدار سال 72. بذار مردم هم ببینن وانتن. آها. که کار محمد رضا هنرمند که من حالا داستانش رو حتما دیدن دوستان میدونن که داوود اسدی هم تو این کار بود. خدا بیامرزه. خدا رحمتش. بله. مهران میگن که تو خودت خیلی به نقشای جدی علاقه داری و خودم میدونم مطمئنم که علاقه داری، ولی هیچ وقت مردم تو رو در نقشای جدی نمیپذیرن، بیشتر دوست دارن که مرد هزار چهره ببینن تا مهران رو در دیدار یا در باغ گیلاس یا کار جدی اینجوری. کم به ذهنم میرسم این دو سه تا بوده دیگه. بله خیلی اینو به من گفتن. یاد یه خانم خیلی مسنی میافتم، من کنسرت داشتم سالن میلاد 3 سال پیش، کنسرت تموم شد و منم خیلی خوشحال که با ارکستر بزرگ میخونم و اینا، این همه جمعیت. خانم خیلی خیلی مسنی اومده بود پشت صحنه، گفت مادر جون بیا. گفتم جانم. گفت یه چیزی بهت میگم اما من بشن. گفتم جانم بگو. گفت برو همون بازیگری تو بکن. بهترین نقدی بود، صادقانه ترین نقدی بود که تو زندگیم به دلم چسبید. یه نمیدونی چه. حالا جالبه که همون خانم محسن تا آخر کنسرت رو پس نشسته بوده، دیده بودن. آره. خب مادرم برو همون سراغ بازیگری کارگردانی. حالا خیلی ها به من گفتن آقا نه یا تو بادی جدی، چون من خودم آره دوست دارم که جدی باز.